برای مریم قسمت 42. آنقدر دویدم که به نفس نفس افتادم، اما لحظه ای هم درنگ نکردم. آب داشت دستمال را می برد و من می خواستم زودتر بدوم و به پیچ رودخانه برسم و قبل از اینکه عمق زیاد آب وسط رودخانه دستمال را در خودش فرو ببرد آن را بگیرم. زودتر به پیچ رسیدم و پا به داخل آب گذاشتم. چوب را در مسیر آمدن دستمال گذاشتم و همین که به آن گیر کرد سریع چوب را بالا کشیدم و عقب عقب به سمت خشکی آمدم و روی زمین نشستم. دستمال خیس را از روی چوب برداشتم و گفتم نمیتونم بدمت به آب بری. چوب را روی زمین انداختم و به دور و اطرافم نگاه کردم. می ترسیدم کسی من را دیده باشد. دستمال جلوی پیراهنم را خیس کرده بود. آن را بین دستانم فشردم و از جا بلند شدم. آب رودخانه پرسر و صدا تر به سمت خشکی راه گرفت. نامه را بلعیده بود و نمی توانستم مثل دستمال آن را از شکم حریصش بیرون بکشم. دستمال را به عقب بردم. آنقدر رودخانه هیاهو داشت که حتی من را هم می توانست به کام خودش بکشد. با پیراهن و دستمال خیس نمی توانستم به خانه برگردم. بغچه به بغل چون آواره های بی جا و مکان رودخانه را تا مسیر شالیزارها بالا رفتم. آرام بودم. همه چیز دروغ و حقیقت. همین دستمالی بود که توانستم آن را از رودخانه پس بگیرم. با دیدن اولین شالیزار و ساقه های برنجی که کمرشان تا آخر به سمت زمین خم شده بود و مثل رجهای مرتب حسیر در هم تنیده بودند، قدمهایم را تند تر برداشتم به امید اینکه بقیه شالیزارها این چنین نباشند. اما هرچه که پیش رفتم فقط ساقه های برنجی را دیدم که در آغوش هم به خواب رفته بودند. دلم می‌خواست تک تکشان را صدا بزنم و بگویم شما را به تمام کمرهای خمیده شده زنان بالا کوه قسم، بلند شوید و استوار باشید. مردم بالا کوه فقیرند، فقیرتر از اینشان نکنید. باران بیبخت کار خودش را کرده و مردم بالا کوه را راحت کرده بود. دیگر محصولی نبود تا غصه فروشش را بخورند. تا چشم کار می کرد فقط سیه سالی را می دیدم که در انتظار مردم بود. محصولی که در بهترین شرایط می شد به نصف برداشتش امید داشت دور خودم می چرخیدم و نمی توانستم باور کنم خستگی امسال روی دوش زنم و عفت و خیلی از زنهای بالا کوه باقی بماند. نسیمی از آن سر کوه به این سر کوه آمد، ولی از پس به حرکت در آوردن ساقه های برنج بر نیامد. تنها هنرش خوش کردن دستمال و هل دادن من به وسط واقعه بود. دور تا دورم شالیزار بود و من بدون آنکه حس کنم تا دل شالیزارها جلو رفته بودم. به عقب نگاهی کردم. دور بودن از جاده منتهی به رودخانه به وحشتم انداخت و بیشتر از آن آفتابی که دیگر به روشنی قبل نبود. زمان را بین ناامیدی شالیزارها گم کرده بودم. دستمال را داخل بغچه گذاشتم و به سمت جاده دویدم. حتما زنم و عفت و بهار تا الان فهمیده بودند که من در خانه نیستم. همین نگرانی قوت بیشتری به پاهایم داد و یک نفس دویدم. وقتی به جاده رسیدم نفس نفس زنان نگاهی به راهی که در پیش داشتم انداختم و دوباره با فشردن بغچه به سینه‌ام دویدم. وقتی به امامزاده رسیدم شلوغی دورش باعث شد بایستم و آرام تر قدم بردارم. رقیه مار به همراه دو دخترش من را دیدند و جلو آمدند.
رقیه مار قبل از اینکه به من برسد و فاصله اش را با من کم کند با لبخندی گفت: مبارک زک، به پای هم پیر و شاد بشین. سری برایش تکان دادم. انشاءالله برای دو تا لاکوی شما. روبرویم ایستاد. دوماد رو هم دیدم. ماشاءالله خوش قد و قامته. یکی از دخترانش رو به مادرش گفت: مار جان، مریم خودشم قشنگه. و با هم لبخند زدند. میخواستم خداحافظی کنم و بروم تا اسیر پرچانگیش نشوم که پرسید: چرا تنهاییستی؟ از کجا داری میای؟ و چشمش به بغچم بود. اشارهی به پشتم کردم. رفته بودم سمت شالیزار. اخمهایش در هم شد. دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ بدبخت شدیم. بارون همه برنجا رو چت کرد. عفت برار دیگه مگه میخره؟ اون موقع که قول داده بود شالی ها این عروس بودن. عروس، عروس. شروع دلگیری من از این کلمه کی بود؟ به رقیه مار خیره نگاه کردم و خداحافظی گفتم. انگار که از دهانم پرت شده باشد بیرون، راست می گفت. سلمان عروس می خواست، نه عجوزه. بقیه راه مانده تا خانه را آهسته تر طی کردم. شاخه و برگ ها لالایی می خواندند. دلم خوابیدن می خواست و رها شدن در دنیایی که کسی آنجا غم نداشت. بغچه را نرسیده به خانه محکم گرفتم. اگر زنمو میخواست بداند کجا رفتم و بغچه در آغوشم چه میکند، روی زمین مینشستم و آن را باز میکردم. دستمال را به سمتش میگرفتم و میگفتم رفتم این رو به آب بدم ببره. نتونستم. این تو و این دستمال برارت. دیگر چیزی نداشتم تا از او پنهان کنم، اما هیچ کس نه داخل حیات منتظرم بود و نه سر و صدای بچه ها از خانه می آمد. به سمت حیات دویدم. دسته های سیری که زنمو به ستون های نرده طلا را ویزان کرده در جلوی حیات ریخته و پخش شده بودند. سرم را بالا گرفتم و به ستون ها نگاهی انداختم. چند تنابی که زنمو با ساقه های خشک برنج درست کرده و دور سیر و کدوهایش بسته بود پاره و از ستون جدا شده بودند. منظورش اینه که خوشه های برنج دانه ندارند. گویی کسی دستش را دورشان مشت کرده و با تمام زورش به پایین کشیده است. نگاهم را دور تا دور حیات گرداندم. سیرهای مرتب زنمو جای جای حیات افتاده بود. هیچ خبری از کسی نبود. با ترس بهار را صدا زدم. عقب‌تر رفتم و نگاهی به ایوانشان انداختم. فقط من بودم و خانه‌ای که رویش خاک مرده پاشیده بودند. بلندتر صدایشان زدم. ترس اینکه برای همیشه من را تنها گذاشته باشند باعث شد به سمت خانه خودمان بدوم و اسمشان را پشت سر هم فریاد بزنم: بهار، پروانه، زنمو. و کسی جوابم را نمیداد. بغچه را روی پله رها کردم و با گریه دوباره صدایشان زدم. بهار را که در جاده دیدم عقب رفتم و روی پله نشستم. دستم را روی سینه‌ام گذاشتم تا صدای نفسهایم را کنترل کنم. بهار پره‌های پیراهنش را بالا گرفته بود و به سمت خانه می دوید. به حیاط که رسید ایستاد، سرش را به دو طرف تکان داد و در حالی که فقط رمق داشت کلمات را با فاصله و تکه تکه ادا کند گفت: تو کجا رفته بودی مریم؟ حال ناخوشش باعث شد از جا بلند شوم. چی بابو بهار؟ زنمو و بچه ها کجان؟ زمزمه کرد. آقا دایی اومد. تا این را گفت برگشتم و به حیات نگاه کردم و تنابهای خالی که رویشان دیگر چیزی آویزان نبود. بهار جلو آمد. تا مارجان بهش گفت چی شده را افتاد و رفت.
سمت پایین جاده. مارجان با لیلا رفتن دنبالش. دستم را به طرف حیاطشان دراز کرد. اینا کار حرفم را قطع کرد. تو کجا بودی؟ در حالی که یک چشمم به جاده بود تا نشانی از آشنا ببینم گفتم رفته بودم امامزاده. اخم کرد. کدوم امامزاده؟ دروغ نگو. پروانه رو فرستادم دنبالت امامزاده که بگم بری خونه عمه تاجی، اما پیدات نکرد. ضربه ای به شانه من که ما تو منگ ایستاده و به جاده زده بودم زد و گفت برو بالا برو. نگاه گرفتم و گیج و حیران بغچه را برداشتم و بالا رفتم. در اتاق را باز کردم و به سمت پنجره رفتم تا جاده را دوباره ببینم. از لابلای درختان سایه ای از سلمان و بعد خودش را دیدم. با نگاهی مستقیم به جلو قدمهای بزرگ بر می داشت. تنها بود. خبری از زنمو نبود. هرچه که نزدیکتر می آمد دیدنش سخت تر می شد. چشم گرفتم و نشستم. دستانم را دور بازویم حلقه کردم. وقت فکر کردن به آرزوهای برباد رفته و محال نبود. باید کاری می کردم. فرار و نشستن گوشه اتاق چیزی نبود که بتوانم ادامه اش دهم. در حالی که در یک دفعه باز شد از جا پریدم و ایستادم. بهار داخل آمد و سریع در را بست. مریم، آقا دایی وایساده تو حیاط، دستش رو به دیوار تکیه داد. نمیتونه باور کنه که چی شده، تحمل نمیتونه بکنه. همینجا بمون تا مارجان بیاد رازیش کنه برگرده کیاکلا. نگاهم به تاخچه افتاد و دستمال سفیدی که تحفه آورده بودند و عمه تاجی گفته بود باید به نشانه این که شیرینی خورده کسی هستم روی سرم بگذارم. جلو رفتم و آن را برداشتم. مقابل نگاه درمانده بهار به سمت در رفتم و دستمال را روی سرم گذاشتم. دلش می‌خواست داد بزند اما زیر لب گفت این کارو نکن مریم. دستمال را دوری کردنم گره زدم. مگه نمی‌خوای بره و دیگه پشت سرشو نگاه نکنه؟ با دستمال سفید نشو. نمی‌خواستم نگاهش کنم اما وقتی در را به داخل کشیدم تا باز شود به طرفش برگشتم و دیدم که روی زمین نشست و کف دستانش را روی صورتش گذاشت. ایمان خانه ایمان شریک خیلی از لحظه های درد و رنج من بود، اما چشم داشت و زبان می توانست برای همه تعریف کند که چطور می شود به جلو قدم برداشت، اما به عقب نزدیک و نزدیک تر شد. سلمان وسط حیات بود. به انتظار آمدنم زل زده بود به در. درست جایی ایستاده بود که باید می ایستاد. فقط توانستم تا وسط ایوان قدم بردارم. اخمهایش با دیدن من از هم باز شد و همه نگاهش به سمت دستمالم رفت. آنجا گیر کرد و پایین نیامد. یک پایش را به عقب برد. چکمه های بلندی که خان بودن و اشرافیتش را یک روزی به رخم کشیده بودند اکنون فقط نشان از جلال و جبروتی داشت که به چشمم غریبانه ترین ترسیم از یک آدم قدرتمند بود. حالا می دیدم که چشم های یک خانزاده هم می تواند آنقدر غمگین شود که من تمام آن را یک جا ببینم، حس کنم، درد بکشم و از این درد چشمانم فریاد بزند و آهسته اشک بریزد. طوری سکوت کرده بود که می پنداشتم دیگر هیچ وقت نخواهد که حرف بزند. اشکهایم که تا به آخر صورتم آمد چشم گرفت. برای توپ و تشر آمده بودم اما با دیدنش فقط توانستم اشک بریزم. دستش را به سمت پیشانیش برد و از آنجا به سمت موهایش. آنقدر آن را پایین برد که سرش خم شد
و دستش به گردنش رسید. گردنش را سفت گرفت و یک دفعه چرخید و پشت به من کرد و به سمت جاده رفت. همان راهی را که با قدم‌های بلند و محکم آمده بود، با قدم‌های کوتاه و سست برگشت. به داخل اتاق برگشتم. بهار با دیدنم از جا پرید. از پله‌ها پایین رفت و آقا دایی را پشت هم تکرار کرده و او را صدا می‌زد. دنبالش دوید و صدایش دور و دورتر شد. دستمال سفید را از سرم کشیدم و کنارم انداختم. جز سلمان کس دیگری نبود که بخواهم آن را نشانش دهم. وقتی بهار زودتر از همه برگشت به سراغم آمد. در چهارچوب در ایستاد و جلوی همان روشنایی کمی که به داخل می آمد را گرفت. میخواست توبیخم کند اما فقط توانست بگوید رفت آقا دایی. برگشت کیاکلا. بیچاره مارجان. کاش اینطور نمی رفت. کاش همان کارهایی را می کرد که زنم و عفت با فکر کردن به آنها تمام دیشب را نخوابیده و هذیان گفته بود. اینطور رفتنش باعث می شد هرگز نتوانم فراموشش کنم. بد کرده بود. خودش را برای ابد در زندگی پر از کنج و پیچ و خمم جا داد. بهار وقتی دید از خودش حال بدتری دارم کنار رفت و تنهایم گذاشت. صدای باغ باغ سگ آمد و تاریکی از راه رسید. زنمو برگشت. مقصدش به خانه ما ختم شد. آمد و کنارم نشست. با چشمهایی که از روی گریه زیاد پف کرده بود نگاهم کرد. چی به سلمان گفتی که گذاش رفت؟ چطوری آتیشش رو خاموش کردی؟ سرم را آرام به دو طرف تکان دادم. من هیچی نگفتم. با صدایی که بغضی را در خود خفه کرده بود گفت بی سر و صدا سوار اسبش شد و رفت. رفتنش آنطور هم که می گفت بی سر و صدا نبود. فقط صدایش را جز خودم کس دیگری نمی شنید. ای کاش می توانستم حرفهایم را به باد بسپارم تا وقتی در جاده به سمت کیاکلا می رفت در گوشش زمزمه کند و بگوید این بی وفایی نبود. این عهد شکستن نیست، فقط گاهی به جای بلبل کلاغ ها می خوانند و من و تو چاره ای غیر از اینکه به هم پشت کنیم نداشتیم. زنمو دست به پایش گرفت و از جا بلند شد. رفت تا آب رو ریزی نشه. برای تو این کارو کرد مریم. نن شوکت در مسیر جاده رو به شالیزار تکیه داده به درخت سنوبری نشسته بود. هر کسی که از کنارش رد می شد او را نگه می داشت و به حرف می گرفت. پرچانه بود و از همه اتفاقات بالا کوه خبر داشت. سرم را پایین انداختم تا از کنارش رد شوم و سریع تر به خانه برگردم که تنش را کمی به جلو کشید و دقیق تر نگاهم کرد. مریم، مریم، زک تو ایسی؟ به طرفش برگشتم. آره ننه شوکت، منم. نگاهی به سر تا پایم انداخت. چه قشنگ پیرهن پوشیدی. از کوه کنار اومده بودن خونتون زن خواهی؟ برات آوردن؟ دو طرف پیراهنم را بالا گرفتم. نه ننه شوکت، این پیرهن رو که من همیشه می پوشم. نگاه خیره‌ای به پیراهنم انداخت و گفت برنجتون رو بریدین؟ کارتون تموم شد؟ آره ننه، فقط بالای باغ یکم سبزه و هنوز نرسیده. کار یه صبح تا ظهره. سری تکان داد. خدا دست و پنجه عفت رو قوت بدی. زن پسرام سست و تنبلن، فقط بخورن و بخوسن و هیکل گنده بکنن. مثل سگ هاپ هاپ بودم تا بتونم از پله بفرستمشون پایین و برون پی کارشون. کشاورز باید صبح خروس خون بلند ببی. انشالله کار شما هم زودتر تموم میشه. دستش را به طرف من گرفت. بیا کمک بکن بلند شم بشم خونه. خم شدم و دستش را گرفتم تا از جا برخیزد. دستانش را پشت کمرش حلقه زد و همراه هم یواش یواش آمد.
کمی که فاصله گرفتیم نگاهی به پشت سرش انداخت و آرام گفت: زن نعمت این دور و بر نیست؟ سرم را به نشانه نه تکان دادم. خیالش راحت شد و گفت: انشاءالله خدا ریشه نعمت رو از روی زمین بکنی. با اخم گفتم: نگو ننه، زن بچه داره. چه کار کرده؟ سرش را با شدت به طرفم برگرداند. همین نعمت کور شده نذاشت مباشر ارباب رود کنار برنجای ما رو بخره. بهش گفت ما امسال یه مشتری دانیم که دست به نقده و خوب میخره. کو مشتریش؟ چرا هیچ خبری نیه؟ نعمت چطور میخواد توی چشم ما نگاه بکنه؟ با ناراحتی گفتم: مباشر ارباب رود کنار میخواست مفت و مجانی بخره. ما زحمت کشیدیم برای شالیزارمون. پولی که میخواست وسعه 100 کیلو برنج بده، ما پارسال برای 20 کیلو گرفتیم. این حق خوریه؟ دستش را بالا برد و آرام بر سر خودش فرود آورد. همه دارن حق ما رو میخورن، اینم روش. برنج امسال بارون بخورده، مالی نیه. چرا مردمو گول زد که برار عفت میاد و با قیمت خوب از ما بر میداره؟ کو برار عفت؟ نکنه وقت درو یادش رفته که هنوز نیومده؟ آخه عقل داره این مرده که نعمت؟ اینا خانه چند تا محلن، نمیان برنج به درد نخور ما رو بخرن که. به اطراف و شالیزارهای خالی از خوشه های زرد برنج نگاه کردم و گفتم: نعمت تقصیری ندانه. فکر می کرد ارباب کیا کلا میاد و میخره. یک دفعه ایستاد و دوباره به پشتش نگاهی انداخت. تقصیر نعمت نیه، پس کی تقصیره؟ ارباب رود کنار قرض بخونه چی؟ دیگه نمیذاره یک دانه برنج از بالا کوه بره پایین. اون وقت باید بدیم گرزه بخوره. کم کار نکردیم که بهش برنج نفروختیم. خدا بزرگه. بلند گفت: خدا به آدم عقلم داد دیگه. من باید جاده را تا پایین می رفتم، اما نن شوکت به جاده منتهی به خانهش رسیده بود و باید از هم جدا می شدیم. خوشحال بودم که تنها می شدم. دیگر نمی خواستم حرفهای آشنا با فکر و ذهنم را بشنوم. 4-5 روزی می شد که یاد گرفته بودم چطور شب بیداری نکشم و تا سر روی بالش می گذارم خوابم ببرد. رو به من گفت: بفرما بشیم نهارخونه ما. سری تکان دادم و گفتم: دست درد نکنه ننه، باید برم خونه کار دانم. بشو خداتی همراه. از او فاصله گرفته بودم و با سرعت سرپایینی رو به جاده اصلی بالا کوه را پایین می رفتم که با فریاد اسمم را صدا زد. صدای بلندش باعث شد بایستم و به طرفش برگردم. بله ننه شوکت. چی بابا؟ یادم رفت زک، میخواستم احوال آقا جانت رو بگیرم. خبردانی ازش؟ عفت چند روز پیش میگفت که یکی دو روز دیگه بر میگرده به عقدته. خبر تازه این ندانم ننه، منتظریم تا برگرده. چند روز بشو؟ برای جوابش مکس کردم. تا دو روز پیش 9 روز و با امروز 11 روزی میشد که آقا جان با ایرج رفته بود. به انگشتان دستم نگاه کردم و بیرمق گفتم: 11 روزه. نمیدانستم ننه شوکت شنید یا نه. نایستادم تا بشنوم در جوابم چه گوید. فقط به سمت سرپایینی دویدم. با سرعت می دویدم و حواسم نبود که در مسیرم احتیاط کنم و پا روی هر چیزی نگذارم. لبه پیراهنم به شاخه خشکی گیر کرد و وقتی خواستم آن را جدا کنم پاره شد. نشستم و پیراهنم را بالا گرفتم. سوراخ کوچکی بود که در چین پیراهنم گم می شد. رقی مار همیشه از روبرویی با نن شوکت وحشت داشت. می گفت چشمش شور است و هر وقت از چیزی تعریف کرد 3 بار صلوات بفرستید. باز دویدم و این بار تا رسیدن به خانه صلوات فرستادم. نه برای پیراهنی که پاره شده بود و چشم شور ننه شوکت، برای روزهایی که قرار نبود انقدر زیاد بشوند. 11 روز خیلی زیاد بود. زنم وفت همراه با من رسید. سطل آب را به طرفش گرفتم تا دست و صورتش را بشوید.
زنمو آقا جانم چرا دیر بوده؟ سرش رو کمی به سمتم متمایل کرد. کجا دیر بوده؟ 11 روز شده. خب باشه، به من گفت که اومدنش ممکنه 2 تا 7 روز هم طول بکشی. آرام و با شک گفتم کی گفت؟ همش میگفت چند روز دیگه میام. توپید. الان چیسه؟ من دروغ میگم؟ نه زنمو، من نگرانشم. بوشو بالا سفره نهار رو بنداز، فکر و خیال بد نکن. فردا پس فردا سر و کلش پیدا میشه. میدونه ما جامون امنیه. از رفتن به خانه سر باز زدم و دنبالش در حیات راه افتادم. شما کی میرین کیاکلا؟ یک دفعه با غضب به طرفم برگشت. دیوانه شدی؟ تا تکلیف تو معلوم نشه که من از جام تکون نمیخورم. نیم نگاهی به ایوان خانه انداخت و گفت دنبال من راه نیا، بوشو بالا، سفره بنداز، ضعف کردم. اگر فقط یک قدم دیگه در جهت تعقیبش برمی داشتم، صدای داد و بیدادش بلند می شد. ناچار به عقب برگشتم و روی ایوان سفره انداختم. بهار پتو را روی سرش کشیده بود و از درد شکمی که از صبح شروع شده بود می نالید. زنم متشر زد. میگم قاعده که میشین ترشی نخورین، واسه همینه شکم درد میگیرین. دور سفره نشستیم و زنم او بشقاب غذا را به دستمان داد. غذا را که در دهانم گذاشتم حس کردم توان قورت دادنش را ندارم. زنم او وقتی نگاه خیرم را به بشقاب دید پرسید چرا بازی بازی کنی؟ مثل همیشه حوصله پس و پیش کردن حرف اصلیم را نداشتم. نن شوکت رو توی راه دیدم. با هم برگشتیم خونه. ناراحت بود که برنج امسال ما رو کسی نیست بخره. بهار پتو رو از روی سرش پایین کشید. پشت آقا دایی که حرفی نزد. اگه زد برم دم خونش ببینم چی گونه. زور که نیه، هر کی خرید دستش درد نکنه. نخرید هم خدا جونش رو سالم نگه داره. زنمو در جواب بهار حرفی نزد. فقط زل زده بود تا ببیند من چه میگویم. زیاد منتظر نگهش نداشتم. حرفی پشت آقا داییت نزد بنده خدا. از نعمت ناراحت بود که چرا نذاشته مباشر ارباب رود کنار برنج ما رو بخره. زنمو در جواب قاطع و کمی عصبی گفت اون که میخواست مفت بخره، آدم برنجشو بریزه توی رودخونه بهتره تا اینجوری بده. سکوت کردم و حرفی نزدم. نگفتم مردم نداری ببینند خودشان به دست و پای ارباب رود کنار می افتند تا برنجشان را با هر قیمتی که می خواهد بردارد و همان چندرغاز را هم از آنها دریغ نکند. 2 روز بعد بود که مردم تصمیم گرفتند رحیم علی را به رود کنار بفرستند تا با اربابش صحبت کند که بیاید و برنج های بالا کوه را با همان قیمتی که می خواهد بردارد و ببرد. نزدیک غروب بود که رحیم علی برگشته و پیغام آورده بود که ارباب برنجمان را می خرد، اما نه با قیمت قبلی بلکه پایین تر از آن. زنم او افت لج کرده و به خانه برگشته بود. گفته بود با این قیمت برنجش را دور بریزد، شرف دارد تا بدهد به ارباب رود کنار. من و بهار کنارش نشستیم تا راضیش کنیم مثل بقیه برنجش را به ارباب بفروشد. بهار استکان چایش را جلویش گذاشت و گفت مارجان، آدم بیچاره هرچی شاخشونه بکشه بیچاره تر میشه، عیب ندانه، بده بره. میخواستم حرف بهار را تایید کنم و من هم چیزی بگویم، اما صدای پای اسبی که آمد مجبورم کرد نیم خیز شوم و به پشت برگردم و زیر لب زمزمه کنم آقا جانم. خوب که نگاه کردم نعمت را دیدم که از اسبش پیاده می شد. با لبخند به طرف من نگاه کرد و اسبش را به درخت بست. زنمو از پله پایین رفت و در عین پایین رفتن گفت ها نعمت، چی شده؟ نعمت دستش را با شادی برایش تکان داد. بهار مار، خبر دانم چه خبری؟ با اینکه لبخند روی لبش بود، اما نه من، نه زنمو و نه بهار آرام نبودیم. زنمو در جوابش گفت چه خبری نعمت؟ نعمت با نگاهی به من و بهار گفت چقدر مردم این چند روز اذیت و آزارم کردن،
حالا کجان تا بهشون بگم برنجشون رو دیگه لازم نیست مفت بدن ارباب رود کنار. تا زنم آمد حرفی بزنه، نعمت رو به او گفت برارت گفته برنج رو به همون قیمتی که اول گفته بود میخره، جمع و جور کنن چند روز دیگه میاد میبره. بهار از کنارم با سرعت رد شد و به سمت پله ها رفت. من به ستون تکیه زدم و زنم اون نعمت را سوال باران کرد. کی گفته اینو؟ خودش میاد بالا کوه؟ کی میاد؟ نعمت با همان لبخند گفت دو نفر رو روانه کرده پیغامش رو به هم برسونن. تا پیغامش رو شنیدم اومدم اینجا به تو هم خبر بدم. دوباره زنم او پرسید خودش میاد برنجا رو میبره؟ نه بهار مار، چند نفر رو میفرسته. گفت قول داده برنج امسال بالا کوه رو به قیمت خوب بخره و میخواد روی قولش بمونه. بعضی اتفاقها فقط شروع میشوند اما هرگز تمام نمیشوند. روزها و ماهها و سالها برای جنگیدن روبرویش صف میبندند. درختان سبز میشوند، شکوفه میدهند، به بار مینشینند، برگهایش میریزند. سرما تا جان ستاندن از درخت جلو می رود اما روال بی ترتیب آن اتفاق ها به هم نمی ریزد. زمانی تفنگ خشاب خالی می شود که بار بر دوش است نیار هم دوش. زنمو من را نگاه کرد. اسم سلمان که می آمد جهان می ایستاد. جغجغه لیلا و پیش چشمانم تاب می خورد و از خودش صدا در می آورد تا برایش قهقهه بزنم و من فقط زار زدن را خوب بلد بودم. آقا جان می گفت وطنی عزیزتر از خاک و سرزمین آدم وجود ندارد. باقی غربتی هستند که گاه گاهی لباس وطن را به عاریه می گیرند. می خواستم آقا جان بیاید و باشد تا به او بگویم برای من که در قلب خودم زندگی می کنم وطنی زیباتر از آن نیست. من متعلق به سرزمین قلب خودم بودم، آنجایی که تقسیمش کرده بودم با خودش. عمو رحمان، زنمو عفت، بهار، لیلا، پروانه و سلمان. کاش سلمان اینطور نکرده بود. این وفای به عهد و پیمان نبود. تیر غیب بود که مستقیم مرکز قلبم نشست. جهنم کردن زندگیم بود. میخواست بگوید من میتوانم کاری کنم که تا مرگ آن لحظه که میخواهی جانت را بدهی برود به من فکر کنی. نعمت پیروزیش را جشن گرفته بود، حق داشت. رو به زنم و عفت گفت شیری که برارت خورده حلالش، خدا تیمار بیامرزه، عجب شیری داد به این زک. به طرف اسبش رفت، دست روی کمرش گذاشت و جستی زد و رویش سوار شد. اسب از سنگینی یک باره نعمت یک پا دو پایی کرد و وقتی نعمت پشتش جاگیر شد آرام گرفت و چرخید تا به تاخت نعمت را ببرد سمت خوشحالی دیگر، جایی که مردم بالا کوه زبانشان کوتاه شده است. پایان قسمت 42.